وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های سراسر کشور تا پایان امسال خبر داد. آقای نمکی با تشریح جزئیات ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با اعلام این خبر از تعویق زمان کنکور ارشد و دکترا خبر داد و افزود در ورودی و خروجی شهرها موارد مشکوک تا 14 روز در قرنطینه نگهداری می‌شوند. وزیر بهداشت با بیان اینکه عیاب ذهاب ها به حداقل خواهد رسید و از دولت الکترونیک استفاده بیشتری خواهد شد گفت نظارت بر پمپ بنزین ها برای رعایت بهداشت محیط بیشتر خواهد شد. خب آخرین اخبار و اطلاعات از اقدامات پیشگیرانه در زمینه مبارزه با شیوع ویروس کرونا رو با همکارم آقای حیدری پی میگیریم. آقای حیدری سلام بر شما، خدا قوت، آماده شنیدن خبرهای شما هستیم. سلام، متشکرم آقای صادقی از شما و همینطور سلام به بینندگان محترم خبر نیمروزی. خبرهای امروز رو با خبر بهره برداری از سامانه اطلاع رسانی، خودارزیابی و ثبت بیماران کرونا در ایران شروع میکنم که این سایت به همت وزارت بهداشت از همکنون در دسترس هموطنان عزیز قرار گرفته. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اعلام این خبر گفته این سامانه با نشانی corona.research.ac.ir در مورد ویروس کرونا شامل اطلاعات مربوط به ثبت بیماران در ایران راه اندازی شده و هموطنان میتونن در این سامانه وضع سلامتی خودشون رو با ما در میون بذارن. آقای دکتر ملک زاده این رو هم گفته که در این سامانه بخش مربوط به اطلاع رسانی عمومی، پرسش و پاسخ، خودغربالگری، بنابر دستورالعمل کشوری، رجیستری یا ثبت بیماران و پیگیری بیماران قرار داده شده. اذعان سازمان جهانی بهداشت به ارائه خدمات بهداشتی قوی در ایران. کریستوف هملمن نماینده سازمان جهانی بهداشت در مصاحبه تصویری از تهران با تلویزیون دولتی کانادا با اشاره به توسعه وسیع ظرفیت‌های آزمایشگاهی و درمانی در ایران گفت خدمات بهداشتی قوی ایران هیئت بازدیدکننده را بسیار تحت تاثیر قرار داده. هملمن به تدابیر پیشگیران در ایران هم اشاره کرده و گفته خیلی از مردم جهان نمی‌دونن ولی ایران یکی از قوی‌ترین سیستم‌های خدمات بهداشتی رو در منطقه داره که برای مثال در موضوع بیمه فراگیر ایران یکی از کشورهای با حداکثر فراگیری و پوشش گسترده مالی در این منطقه است. اما همزمان با اقدامات پیشگیرانه رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور هم گفته به منظور مقابله بیشتر با ویروس کرونا نماز جمعه این هفته در تمامی مراکز استانها تعطیل. همچنین مراسم سالگرد شهادت سرداران مهدی و حمید باکری هم به جای 15 اسفند در تاریخ دیگری برگزار خواهد شد. تولید کنندگان مواد ضد عفونی کننده با تمام ظرفیت در حال تولید و توزیع محصولات خود در بازار هستند. مشکل تولید الکل هم که چند روزی با کاهش مواجه شده بود با تلاش مسئولان به طور کامل برطرف شد. روزها که کادرهای درمانی در مقابله با کرونا شب و روز ندارند، هستند کسان دیگری هم که برای ارتقای سلامت مردم شبانه روز تولید میکنند. فول ظرفیت، 3 شیفت کاری، 3 تا 8 ساعت داریم کار میکنیم. 120 تن در روز صابون تولید میکنیم و 350 تن انواع پودرهای رخشویی. همین تولید رو به شکل در واقع مستقیم به بازار عرضه میکنیم. در روزهای اخیر دستورالعمل ممنوعیت خروج الکل از برخی استانها موجب کمبود مواد اولیه و در نتیجه کاهش تولید برخی محصولات بهداشتی و ضد عفونی شده. اگر الکل تامین بکنن من میتونم تا روزی 40000 لیتر تولید بکنم. این کمبود البته به دلیل غافلگیری واحدهای تولیدی از افزایش مصرف بعد از شیوع بیماری بود. الان ما با نامه‌نگاری که انجام دادیم در خصوص بحث خرید الکل همکاری خوبی داره انجام میشه و انشالله قول دادن که ظرف 1-2 روزه هر 3 تا شرکتمون الکل رو خریداری انجام بدیم و تولیدمون رو حداکثر به ظرفیت اسمش برسونیم. این روزها که واحدهای الکل سازی سامان و تولیدشون رونق گرفته، اطمینان میدیم میتونیم به مردم بدیم هیچ مشکلی از لحاظ تولید الکل و مواد ضد عفونی کمبود نداریم.
میشه امید داشت با لغو دستورالعمل ممنوعیت خروج الکل، واحدهای تولید ژل‌های بهداشتی هم با حداکثر ظرفیت به تولید برگردند. در چنین روزهای سختی هستند تلاشگران عرصه تولید که با جان و دل دست شیفت کاری کار می‌کنند تا کمبودهای بازار به حداقل ممکن برسه. مهدی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما. خب این استراب و نگرانی در مورد کرونا باعث شده که بعضی رو به شدت اجتناب کنن، یعنی حتی موقعی که نشانه ها رو هم دارن پا نمیشن برن پزشک که معاینه بشن و اگر نیازه تست گرفته بشه و کارهای درمانی انجام بشه. از طرف دیگه بعضی ها هستن انقدر استراب دارن که دائم پا میشن میرن دکتر و حتی به زور میخوان که از اونها تست گرفته بشه. حد وسط رو بیایید رعایت کنیم، یعنی ضمن اینکه نکات بهداشتی رو رعایت میکنیم اگر نشانه ای دیدیم که نیاز هست به بررسی اون موقع مراجعه کنیم به پزشک. دبیر شورای عالی امنیت ملی از فعالیت یک جریان سازمان یافته برای ضربه زدن به سلامت روانی جامعه خبر داده. آقای شمخانی در فضای مجازی نوشته بهداشت روانی مردم برای ضربه به سلامت جسمانی اونها در معرض هجمه ناجوانمردانه رسانه‌های غربی، عبری و عربی قرار گرفته. دبیر شورای عالی امنیت ملی این اقدام دشمنان را در جهت تقویت اثرگذاری ویروس کرونا با تضعیف تاب‌آوری روانی مردم دونسته و گفته دروغ بزرگ پنهانکاری کلیدواژه‌ای که دشمنان برای ضربه به بهداشت روانی ایرانی‌ها دنبال می‌کنند. اما بشنوید از فعالیت‌های پلیس در شبانه روز گذشته برای مقابله با احتکار لوازم بهداشتی که به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا فقط در 24 ساعت گذشته 45 محتکر لوازم بهداشتی دستگیر شدند که از یکی از اونها در پردیس بیش از 40 میلیون جفت دستکش یک بار مصرف کشف و ضبط شده. فضای مجازی همین روزها محلی شده برای جولان هر کلاهبرداری که با سوء استفاده از فضای روانی جامعه پول بیشتری به جیب بزنه. دستگیری دکتر کرونایی توسط پلیس فتا. داروی ویروس کرونا درست کردن و اسپریز دفع کننده کرونا، ما هم که اومدیم ایشون در حال پاشیدن بود. این چیه؟ این ضد عفونی کننده است که به وضعیت ریختم برای خودم که کرونایی کرده بودم. خودو کرونایی کردی؟ شاید کرونایی هستی؟ درمان کردم با خودم. بله، مدت 20 روز مبتلا به کرونا بوده و مدعی بود که خودشو با این شربت ها مداوا کرده. اینا رو تهیه کردید به چه صورت؟ ارزم بزرگتون ما فرم محرمانه و در تاریخ 10 بهمن 98 نامه به وزارت بهداشت میزنه مبنی بر این که من این دارو رو اختراع کردم و بدون اینکه منتظر بمونه تو فضای مجازی شروع میکنه به تبلیغ کردن و پول گرفتن از مردم. بر اساس رصدی که صورت گرفته در فضای مجازی، سایتی اعلام کرده بود که و شماره تلفنی داده بودن که برای تهیه این گونه داروها میتونن تماس بگیرن و شهروندان مراجعه بکنن. چقدر میگفتی شما؟ ما ارزم به حضورتون ست این 250,000 تومان. میگفت این کارش خیرخواهانه بوده. ایشون خیلی ناراحت هست بابت بیماری مردم، ولی حالا چرا 250,000 تومان قبل از اینکه وزارت بهداشت تایید کنه از مردم میگرفته؟ خدا داند. البته لابراتوار ایشون تو خیابون انقلاب پلم شده و پرونده هم تحویل مراجع قضایی. اما ختم کلام، اگه یه وقت یه همچین مسئله تو فضای مجازی دید حتما به پلیس فتا و سایر نهادهای امنیتی اطلاع بدید، سراغش نرید چون تاییدیه وزارت بهداشت نداره. داوود فتلی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما. خب زمان اون هست که مطابق معمول هر روز خبر نیمروزی در این لحظه با همدیگه بریم به ساختمان وزارت بهداشت، ستاد ملی مبارزه با کرونا. آقای دکتر جهانپور سخنگوی ستاد. آقای دکتر سلام بر شما. لطفاً تازه ترین آمارها از بهبودی یافتگان، مبتلایان و فوت شدگان رو بر بینندگان ما بگید و همینطور جدیدترین توصیه هایی که در این زمینه برای هموطنان دارید. That's
عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب حیدری و همه هموطنان عزیزمون بینندگان خبر. خدمت شما عرض کنم به هر حال با توجه به اینکه ما همچنان در روند سعودی ابتلا به بیماری کووید 19 هستیم، قاعدتاً باز هم مزاحم شما شدیم برای ارائه آمار و برای هوشیار سازی و آگاه سازی عمومی در استانهای مختلف که مردم عزیزمون توجه بیشتر جدیتری به موضوع پیشگیری و موضوع رعایت نکات بهداشت فردی و عمومی، کاهش ترددها، کاهش مسافرتها، سفرهای شهری و بین شهری انشالله داشته باشند. و قطعا ما اگر این اتفاق بیفته، این مشارکت خوب و این خود مراقبتی و دیگر مراقبتی رو اگه شاهد باشیم ظرف روزها و هفته‌های آتی، میتونیم وارد فاز مهار بیماری بشیم و نتیجه اون رو ببینیم. ظرف روز گذشته 591 نفر به مجموع مبتلایان به بیماری کووید 19 در کشورمون افزوده شد که نهایتاً جمع تعداد ابتلای قطعی و تشخیص داده شده نهایی رو از روز آغاز تا امروز به 3513 نفر رسون. و البته عرض کنم خدمت شما مسرت بخش و نوید بخش این که 739 نفر از این عزیزان تا امروز ظهر که من خدمت شما هستم از بیمارستان ها مرخص شدن و بهبود پیدا کردن. و البته متاسفانه 15 نفر هم به جمع متوفا و فوت شدگان ناشی از ابتلا به بیماری افزوده شد، یعنی نهایتا ما 107 مورد تا پیش از ظهر امروز موارد فوت ناشی از ابتلا به این بیماری رو داشتیم. استانهایی که بیشتر درگیر هست، چون دیگه تمام استانها تقریبا حتی اگر دو مورد هم باشه ما موارد ابتلا داریم و ردپای ویروس اونجا پیدا شده، همه استانها درگیر هستند. ولی استانهایی که بیشتر درگیر هستند رو تاکید میکنم که مراقبت‌های بیشتری نیاز هست. استان تهران 1352 مورد رو تا امروز ظهر ابتلای قطعی داشتن از آغاز تا امروز. استان قم 386 مورد، استان گیلان 333 مورد و استان اصفهان 238 مورد. به دنبال استان اصفهان، استان مرکزی با 180 مورد و استان البرز 173 مورد هست. استان اصفهان به سرعت بیماری به سمت استان اصفهان کشیده شده، حالا با بیشتر شاید شهرستان کاشان به علت مجاورت با استان قم، ولی نهایتاً اغلب شهرستان‌های استان اصفهان درگیر هست. آمار استان اصفهان، آماری که بنده دارم 238 مورد هست. به نظر میاد شیب ابتلا و شیب نمودار ابتلا در این استان سعودی باشه، توجه بیشتری رو قطعا از نایه هموطنانمون میطلبه. من از فرصت استفاده میکنم چون محدود هست فرصت، باز هم تاکید میکنم به همه هموطنان عزیزمون برای سلامت خودشون و سلامت خانواده ها، هموطنان و همشهریان و هم ولایتی های خودشون حتما رعایت نکات بهداشت فردی و عمومی که بسیار نکات سهل ساده ولی موثری هست رو در نظر داشته باشن. از مراودات بیش از حد، از سفرهای غیر ضرور، تردد غیر ضرور خودداری کنیم. ویروس رو به جای هدیه نبریم. بدون رودربایستی و بدون تعارف عرض میکنم امترین جا خانه های ماست و شهرهای ما. برای کسی، برای هیچ یک از عزیزانمون، برای حتی بزرگترهای خودمون ویروس رو هدیه نبریم. سعی کنیم بیشتر از گذشته، بیش از پیش در خانه ها بمانیم. ما نیاز داریم که حداقل مراودات و سفرهای شهری و ترددهای بین شهری حداقل 60% کاهش پیدا کنه، به یک سوم میزان قبلی برسه. و قطعا اگر این اتفاق بیفته، اون روز ما میتونیم از کنترل بیماری، از مهار بیماری به تدریج صحبت کنیم. درود بر شما، سپاسگزارم. خیلی متشکرم آقای دکتر جهانپور، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا. موقعی که ترس و نگرانی در مورد کرونا میاد سراغ ما چیکار کنیم؟ یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم اینه که بشینیم با عزیزانمون، دوستانمون، با اونها صحبت کنیم و در مورد احساسات خودمون با اونها حرف بزنیم. و از اون طرف هم اگر عزیزی اومد و با ما خواست صحبت کنه در مورد احساسات و هیجانات خودش و ترسهاش در مورد کرونا، شنونده خوبی باشیم و خوب گوش بدیم تا او بتونه احساسات خودش رو و هیجانات منفی خودش رو ابراز کنه. این ابرازگری کمک میکنه که آرامش روانی بهتری پیدا کنه. خب سری میزنیم به مرکز استان گیلان.
رشت یکی از شهرهایی بود که از ابتداء شیوع کرونا در ایران درگیر انتشار این ویروس شد. حال و هوای این روزهای شهروندان گیلانی. امروز به سمت شهر رشت رفتم تا ببینم مردم چطوری به جنگ با کرونا رفتن. اول نونوایی. شما نون میخواییم بدیم پول رو چجوری میگیرم؟ این پول تو بده من با این میگیرم میام. ارتباط به چیز نداریم. دست به پول نمیزنیم. پول نمیزنیم. دست نمیزنیم. نه اینجا هم نوشته نگاه کن اینجا هم پول نذارم. به خاطر ما پول دست میگیریم. خب من میخوام پول خورد بدین چی کار میکنیم؟ پول خورد با این نگاه کن این پول خورد. بعدم راننده های تاکسی. ژل ضد عفونی و چیزهای دیگه اسم ماسک استفاده میکنیم. دستمال کاغذیم که استفاده میکنیم پایین نمیندازیم. توی پلاستیک رنگ بندازی کلا محیط آلوده میکنه. بعدشم سری به بازار بزرگ رشت زدم. بازاری که از امروز ساعت کاریش تغییر کرده. امروز بازار از چه ساعتی باز؟ امروز از ساعت 10:30 اعلام کرده تا 6 بعد از ظهر چون امروز روز اوله. الان همین ساعت کاری صبحان ساعت 9:30 توی ایم و غروب هم دیگه حد اکثر 7 غروب دیگه بازار خلوت دوادیم دیگه. قبلا مثلا 7 صبح 7:30 صبح به ساعت بودیم امبشتری سبو رفت آمد بسی تا 10 شب. برام جالب بود تو این شرایط بازار شوخی و خنده هم برا بود. ماشاءالله شما شادینا. بابا این کرونا نترسید شما از کرونا. انشالله که همیشه شاد باشی. شما چی شما ماشاءالله. دست شما در نکنید. خب ماشاءالله خدا رو شکر روحیه دارید الان. بله بله. داخل دموکریم کرونا میره. الان ماشاءالله مجهز هم هستید. بله. چطوری میتونیم به جنگ کرونا بریم؟ با خنده و شوقی روی شاد. با خدا رو شما که هستید. تو ما بله دیگه. شکستش بدی؟ 100%. ولی دست پرستارا دکترایی که دارن زحمت میکشن من میبوسیم. واقعا میبوسیم. روی باید داشتی که روی نداشته باشه که از خون نمیدونی ببینیم. این مادر بزرگم این روزا فرصتی پیدا کرده تا بیشتر در کنار نوش باشه. مادر بزرگ دیگه چه قصه میگیم داستان میگیم باشون بازی میکنیم. مادر بزرگ و نوه بالاخره با هم این روزا حال میکنیم. خلاصه مواظبش میشم که دیگه الان بیشتر پیش من میمونه چون دیگه خب باید کرونا رو شکست بدیم دیگه چی میتونیم بکنیم. برای شکست کرونا خیلی ها رعایت بهداشت و سرلوحه کارشون قرار دادن. وقتی میخوایم بریم وسیله بخریم اگه کسی بهداشت رو رعایت نکنه چیکار میکنیم؟ قطعا نمیخرم دیگه اونم تو این روزا. بیشتر آدم به سلامتیش باید اهمیت بده. الان اون چیز خواستم زیتون فکرم بیدم آقا نه دستکش تبده داری نه ماسک بگودم نگاه بودم بگودم بیا فکر بودم نه شما نه دستکش تبده داری نه ماسک بزیدی. هیچ رایی جز رعایت بهداشت فعلا نیست. فعلا فقط رعایت بهداشته که بتونیم با این کار کرونا رو شکست بدیم. الان داریم رعایت میکنیم. الان هم داریم رعایت میکنیم. اکثر همه دارن رعایت میکنن. اکثر مردم دارن رعایت میکنن. حداقل روزی چند بار دستمون با آب و صابون بشوییم. بهداشت رو رعایت کنیم تا بتونیم که این با این ویروس مبارزه کنیم. هرچند که مردم امروز از کمبود ماسک هم گله داشتن. ماسک چی ماسک نزدید؟ ماسک تمام داروخانه رو گشتم خانم یه ماسک پیدا نشد. خدایی الان حاضرم یه ماسک 10,000 تومان بخرم متاسفانه پدری میشه. کجا بگیرم؟ ما همین داروخانه رفتم که ماسک ندارم. اون داروخانه میگه ماسک ندارم. شکست کرونا همدلی و مشارکت همگانی رو میطلبه. بیایم در این شرایط با رعایت بهداشت فردی هر کدوم از ما یک بازرس باشیم و به دیگران هم موازیر بهداشتی رو توصیه کنیم. مریم دورباش، خبرگزاری صدا و سیما، رشت. امروز توصیه میکنم شما قطع کننده یه زنجیر باشید. این زنجیر و حلقه از هر کسی ممکنه شروع بشه و بقیه رو درگیر کنه. قبلا بهتون گفتم که ما تا به سلول نرسیم نمیتونیم موجب بیماری بشیم. پس مطمئن باشید که این دست آلوده شماست که موجب گرفتاری میشه. از کسی که تو خونهشون یک بیمار هست و با جسمی آلوده کرونا رو به یکی دیگه میده یا کسی که خبر نداره ناقله و اسکناس آلوده رو به نونوا میده. نونوا اون اسکناس رو به نفر بعدی میده یا حتی ممکنه با همون دست آلوده شده رو به نفر بعدی بده. این حلقه احتمالاً با بردن دست تو یک خندون مشترک حلقه بزرگتری رو درست میکنه و سناریوهای دیگه. شما دستتون رو خوب بشورید و قطع کننده این زنجیر باشید. شماره کشورهای درگیر با ویروس کرونا به بیش از 84 کشور رسید، در حالی که هر روز
بر شمار کشورهای درگیر با ویروس کرونا اضافه میشه، اما شمار بهبود یافتگان هم عدد قابل توجه و امید بخشی رو نشون میده. شمار مبتلایان به ویروس کرونا برای سومین روز متوالی در چین با کاهش محسوس مواجه شده. بر اساس اعلام کمیسیون بهداشت ملی چین، از آغاز شیوع این بیماری تا حالا 52241 نفر بهبود پیدا کردند. واکنش مقامات کشورهایی که کرونا به تازگی به اونها رسیده هم تفاوت‌هایی داره. ترامپ که در ابتدا با پنهانکاری تمایلی به اعلام فراگیری کرونا در آمریکا نداشت و آنفولانزا رو خطرناکتر از کرونا برای آمریکایی‌ها ارزیابی کرده بود، به تازگی اذعان کرده از ترس کرونا یک هفته است به صورتش دست نزده و اون رو لمس نکرده و اصلا یادش رفته که صورت هم داره. It's my face in weeks. In weeks. I miss it. آمریکایی‌ها تا حالا شمار جانباختگانشون رو 11 نفر اعلام کردند، اما مسئولان بهداشتی در ایالت‌های واشنگتن و کالیفرنیا وضعیت اضطراری اعلام کردند. پایگاه عبری زبان دکتر سانلی هم از پنهانکاری مقامات رژیم سکیونیستی درباره کرونا خبر داده و فاش کرده مسئولان بهداشتی رژیم سکیونیستی 7000 نفر رو در قرنطینه شخصی قرار دادن تا مانع شیوع هرچه بیشتر ویروس کرونا در سرزمین‌های اشغالی بشن. اما کرونا به غیر از جان مردم، اقتصاد جهانی را هم بنابر تحلیل صندوق بین المللی پول هدف گرفته. صندوق بین المللی پول اعلام کرده ظهور پدیده کرونا امیدها به شتاب گرفتن رشد اقتصاد جهان را از بین برده و گمان میره در سال 2020 یک سوم از 189 عضو این صندوق از گسترش این بیماری تأثیر بپذیرند. در انگلیس هم تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 به 90 نفر رسیده که حدود 3 برابر دیروز است. با اینکه دولت انگلیس با تکرار سخنان خود مبنی بر آمادگی برای مقابله با شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا تلاش می‌کند جامعه انگلیس را آرام و مطمئن کند، نگرانی‌ها از توان نظام بهداشت و درمان این کشور در مبارزه با کرونا در مجلس انگلیس هم آشکار شده. نخست وزیر پاره‌وقت برنامه‌هاش را برای مقابله با کرونا اعلام کرد، اما در نظام بهداشت و درمان ما که در حالت عادی صدها مریض در راهرو بیمارستان‌ها و روی برانکارد معاینه میشن، چطور میخواید به مردم اطمینان بدید که از پس مقابله با شیوع کرونا برخواهید اومد؟ شماره مبتلایان به بیماری کووید 19 در انگلیس تا ظهر امروز به 90 نفر رسید که در مقایسه با 3 روز گذشته 3 برابر شده است. سخنان مقامات وزارت بهداشت و درمان انگلیس از شیوع گسترده این ویروس در انگلیس طی روزها و هفته‌های آینده حکایت دارد. تلاش میکنیم اوج همگیری رو با قرنطینه کردن افراد مبتلا به کووید 19 به نیمه دوم بهار منتقل کنیم تا آمادگی بیشتری برای مقابله با کرونا پیدا شود. دولت انگلیس طرح خود را برای مقابله با کرونا طرح جنگی اعلام کرده، اما کاهش بودجه نظام بهداشت و درمان انگلیس به علت ریاضت اقتصادی عملا ارتش نظام سلامت انگلیس را ضعیف کرده است. در 7-8 سال گذشته شمار تخت‌های بیمارستانی کم شده و اکنون با این شرایط احتمالاً با یک بحران واقعی روبرو خواهیم شد. 40,000 شغل در نظام بهداشت درمان انگلیس بدون تصدی است و به علت خروج از اتحادیه اروپا استفاده از نیروی انسانی اونها هم مشکل شده. به گفته کارشناسان انگلیسی با همه‌گیری ویروس کرونا در این کشور، یک پنجم نیروی کار انگلیس از جمله پلیس و کادر درمانی مبتلا و از چرخه فعالیت خارج خواهند شد و پیگیری جرایم غیر جدی و اعمال جراحی غیر فوری لغو می شود. با تشدید هشدارها درباره افزایش جهشی شمار بیماران مبتلا به کووید 19 در انگلیس پیش بینی شده، مردم این کشور طی 3 ماه آینده زندگی غیر عادی داشته باشند. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن. با پایان بسته خبرهای کرونا، ادامه اخبار رو همکارم آقای صادقی از استودیوی نیمروز به اطلاع شما میرسونم. آقای صادقی، ممنونم از شما آقای حیدری.